کسانی که از اوضاع مردم سوء استفاده می کنند و از آنان ربا می خورند بر نخیزند جز مانند کسی که شیطان او را دیوانه کند. یکسان است خواه ربا دهنده باشد یا آنکه ربا خورنده باشد. مثلا کسی که به پیش بانک ها می رود و از آنها با ربا قرض می گیرد بدون در نظر گرفتن آنچه الله تعالی در مورد تحریم آن قرار گذاشته. ای مؤمنین از خدا بترسید و اگر ایمان دارید آنچه از ربا باقی مانده واگذارید، پس اگر رها نکردید اعلام کنید که به جنگی از خدا و رسول خدا رفتید. یعنی عمل شما اعلام جنگ به خدا و رسول خداست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الله خورنده ربا را لعنت کند و دهنده آن را، کسی که ربا را به غیر خود می‌دهد، و کاتب آن، او کارمندی است که قرارداد را برایتان می‌نویسد یا معامله را برایتان انجام می‌دهد یا به نزد شرکت‌ها می‌رود تا بر کارمندان قراردادهای را عرضه کند تا ربا بخورند. فرمود الله لعنت کند رباخوار و ربا دهنده را و نویسنده ربا را و دو شاهد آن را. هر کسی که ربا را توثیق کند، حال شرکت باشد یا کارمند باشد که آن را در کامپیوتر بنویسد، سپس آن را توثیق کند و بر روی آن مهر میزند و به وکیل عرضه میکند، هر کسی که به ربا ارتباط داشته باشد از جا بر نخیزد جز مانند کسی که شیطان او را دیوانه کند. پس اگر رها نکردید اعلام کنید به جنگی از خدا و رسول. یقین داشته باشید که خدا و رسولش با شما جنگ خواهند کرد. این وصف الله تعالی برای رباخار است در روز قیامت.